سلام دوستان، دقت بفرمایید. در این ویدیو قصد دارم در مورد یکی از مهمترین مباحث در زبان عربی صحبت کنم. دوستان، در قواعد زبان عربی که در کنکور سراسری هم در قسمت‌های مختلف قواعد و هم در اعراب و تحلیل و صرفی میتونه در اون مورد سوال قرار بگیره و بسیار مهمه این مبحث افعال ناقصه. دوستان، افعال ناقصه جزئی از نواسخ هستند. نواسخ چی هستند؟ پس من اینجا می‌نویسم از نواسخ. نواسخ کلماتی هستند که بر سر یک جمله اسمیه، یعنی یک مبتدا و خبر میان و در واقع اون رو اعرابش رو در واقع تغییر میدن، هم اعراب مبتدا و هم خبر رو. خوب دقت بفرمایید دوستان. افعال ناقصه خب فعل‌های زیادی هستند، اما مهمترین اینها شامل این پنج فعل هستند، شامل کانه، کلا خانواده کانه، یعنی بود، لیس یعنی نیست، ساره و اصبحه هر دو یعنی شد، و مادام هم که مادامی که یا تا زمانی که. اما دوستان، افعال ناقصه چی کار میکنن؟ افعال ناقصه همونطور که عرض کردم بر سر یک جمله اسمیه میان. دوستان، مثلا من میگم الطالب نشید، الطالب نشید تون. خب یعنی دانش آموز، نشید دوستان یعنی فعال یا بانشات هست. خب کافی بگم کانت طالب نشید تون. کاری که در واقع انجام میشه، اتفاقی که میفته این است دوستان، هر وقت افعال ناقصه بر سر یک فعل، یک جمله فعل اسمیه بیان دوستان، مبتدا تبدیل میشه به اسم افعال ناقصه، یعنی در واقع اینجا اسم کانه و اسم کانه دوستان مرفوعه، اسم کانه و مرفوع، و خبر کانه دوستان همیشه منصوب هست. پس نشیتون تبدیل میشه به نشیتن، پس میشه نشیتن، در واقع نشیت میشه خبر کانه و منصوب، به این صورت دوستان. پس هر وقت دوستان افعال ناقصه بیان، ما باید دنبال یک اسم و خبر بگردیم، اسم مرفوع و خبر منصوب، بی‌نهایت مهمه. اما دوستان، گاهی اوقات اسم افعال ناقصه میتونه به صورت یک ضمیر مستتر باشه. مثلا میگیم کان به صورت آن مؤنث، کانت حقیقتن. خب کانت حقیقتن، خب پس اسم چی شد؟ حقیقتن اینجا اسم نیست دوستان، اینجا خبر کانت هست، خبر کانت و همونطور که اگر منصوبه. پس اسم کانت چیه؟ اسم کانت دوستان در واقع مستتره، یعنی پنهانه، و چون اسم مؤنث هست میشه ضمیر مستتر هیه، چون هیه هست که در واقع مؤنث هست. پس بگیم در واقع اسم کانت ضمیر مستتر هیه. و خب طبیعتاً میدونید دوستان، زمانی که یک ضمیر اسم باشه یا هر نقشی داشته باشه، اعرابش محلی هست دوستان. تمام ضمایر و تمام اسمهای مبنی، یعنی اسمهایی که حرکت آخرشون نمیتونه تعقیب کنه، همیشه در واقع اعراب اینها محلی است. پس میگیم اسم کانت ضمیر مستتر هیه هست و مرفوع هم باید باشه، اما محلن مرفوع هست، به این صورت، و خبرش هم که حقیقتن هست. پس همیشه افعال ناقصه یک اسم دارن و یک خبر.